شبیه گرین کارت آمریکاست. به اقتصاد کشور به شدت کمک میکنه. قاشق بهت میچسبه. به چند دلیل میتونه این کارت لغو بشه. جزء دوران بازنشستگیتون حساب میشه. کسی که همچین کاری میکنه باید انتظار همچین چیزی هم داشته باشه. راستی آزمایی 3 ساله. یاد حسن یزدانی میافتم. سلام بچه. سلام سلام. آقا امروز میخوایم در مورد جدیدترین نوع اقامتی که توی ترکیه به وجود اومده صحبت بکنیم. یه روش جدیده، قبلا یه کوچولو در موردش صحبت کرده بودیم باهاتون، اما امروز میخوایم براتون بشکافیم که ببینیم چیه. بریم شروع کنیم؟ بریم بشکافیم. اول از همه بهتون بگیم این نوع اقامت منجر به گرفتن یه کارتی میشه به اسم کارت آبی فیروزه‌ای، تورکواز کارت. این آبی با اون آبی ماوی کارت فرق میکنه. ماوی کارت چی بود؟ ماوی کارت گفته بودیم که کارت چالیش ما ایزینه هستش، ولی خب سال به سال کارفرما باید درخواست بده و براتون تمدیدش بکنه، ولی تورکواز کارت اینجوری نیستش. وقتی میگیری دیگه گرفتی دیگه. حالا نگاه کنین تورکواز کارت رو به کیا میدن و جلوتر بهتون توضیح میدیم، اما مزایاشو اول بهتون بگیم. یه دوره انتقال داره، یا بهتره بگیم راستی آزمایی 3 ساله، که اگر اون شرایطی گفتن شما حفظ بکنید و داشته باشین، بعد از 3 سال بهتون کارتی که میدن دیگه میشه مادام العمر، انگار شما اقامت دائم ترکیه رو دارین، و تازه بعد از 5 سال قابلیت اینو داره که حتی به شهروندی ترکیه تبدیل بشه. یعنی 8 سال بعد از اینکه اقدام کردی میتونی مثلا اقدام کنیم که شهروندی ترکیه رو بگیری و دیگه تابعیت ترکیه رو داشته باشی. ببین تو همون مدتی هم که تورکواز کارت یا همون کارت آبی فیروزه‌ای رو میگیرین، شما تمامی حقوق شهروندای ترکیه رو دارین بجز این که سربازی نمیتونید برید که خب مزیت هست و حق رأی هم ندارید. وگرنه شما اگر بخواین از بانک‌ها وام بگیرین، اگر بخواین خرید و فروش ملک انجام بدین، اگر بخواین جایی برین، مثل پاسپورت ترکیه براتون برخورد میکنن. یعنی همه چیتون مثل شهروند ترکیه. دقیقاً. شما اصلا شهروند ترکیه. دیگه ترک هستی. دقیقاً. فقط پاسپورت رو ندارید. خیلی مزایا داره. تو خود ترکیه بله دیگه. شما یعنی یه سری مزایایی داری که با گرفتن این کارت از اول این کارت بهت این خاصیت رو میده. بعد خود اون شخص که میگیره، خود اون شخص اجازه کار داره و اقامت دائم داره، و برای همسر و فرزندان زیر 18 سالش هم اقامت دائم چی میگن صادر میشه. بنابراین ارزش بالایی داره و بعد 5 سال آره دیگه اون شرایط اگر حفظ بکنه به شهروندی هم میرسه. حالا این کارت رو به کیا میدن؟ جلوتر بهتون بگیم. طبق اعلامیه‌ای که دادن و حالا اطلاعاتی که الان میخوان از کسایی که از این کارت استفاده بکنن، 7 دسته رو شامل میشه. یکی یکی بگیم و من یه سری توضیحات هم نمونده شد. اولی شما بگم. اونایی که مدرک علمی خیلی بالایی دارن، ببینید توی هر رشته شما مدرک علمی بالایی داشته باشین، یعنی یه جورایش میشه گفت طرف دانشمنده دیگه، درسته؟ پروفسور انگار یه چیزی هست. این دسته اول توشون قرار میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از نظر سطح علمی میتونن به کشور کمک بکنن و سطح علمی کشور رو ببرن بالاتر. دسته دوم سرمایه گذارایی هستند که میتونن به اقتصاد ترکیه کمک بکنن. در حد یه سرمایه گذار جزئی شما فکر نکنین که بیان یه ملک بخرین، نه. کسایی که میان مثلا تو پروژه های املاک، پروژه های تجاری سرمایه گذاری های چند میلیون دلاری میکنن. به اینا میگن سرمایه گذاری که داره به اقتصاد کشور کمک میکنه. منظور این آدم ها هستن. دسته سوم؟ سومی کسایی که واردات و صادرات میکنن. چرا این کارو میکنن؟ ببینین کسی که واردات صادرات تو کشور ترکیه انجام میده، وقتی که صادر میکنه از کشور که خب داره محصولات کشور به خارجی ها میده و این مزیت بزرگی برای کشور داره، واردات هم امکان داره تو دولت ترکیه برای وارد کردن اجناسی توی کشور مختلف دچار مشکل باشه، و وقتی یکی میتونه اینا رو براش وارد بکنه، در اصل داره به اقتصاد کشور به شدت کمک میکنه. بنابراین اونم میاد زیر مجموعه این قضیه قرار میگیره. دسته چهارم محققان. محقق یعنی کسی که دیگه پیشرو در علم. بحث این نیست که عالمی هست که حالا علمشو به بقیه آموزش بده، نه. این محققیه که تحقیق میکنه، یه چیز جدیدی کشف میکنه، مثلا داره واکسن کرونا کشف میکنه. آره. این یه مزیت بزرگی. خب دولت ترکیه اینا رو میخواد جمع بکنه. پنجمی بفرمایید.
ورزشکارای بین‌المللی. ببینین، ورزشکار بین‌المللی داریم صحبت میکنیم، نه یه ورزشکار معمولی. ورزشکار معمولی مثلا فکر نکنین هر کسی که مثلا تو لیگ ایران فوتبال بازی میکنه الان جزء این دسته قرار میگیره، ولی اگر ورزشکاری به حد تیم ملی رسیده اون الان ورزشکار حرفه‌ایه. من اصلا هر موقع بهم میگن ورزشکار حرفه یاد حسن یزدانی میفتم. یکی مثل حسن یزدانی ترکیه که نه هر جای دنیا بره بهش بهترین چیزشو میدن، چون میدونی که همون اول شهروندی رو بهش میدن دیگه، نیاز به کارت ترکوست کسی مثلا تله المپیک دارن که نمیان اصلا. ولی خب نه، یکی از چیزاشون این هستش که ورزشکار حرفه‌ای و بین‌المللی این هستش که مدال داشته باشن. آره، مدالای بین‌المللی تاپ داشته باشه، یعنی جهانی و المپیک، یعنی هر کدومشون یه سری مدارک خاص نیاز دارن. دسته ششم متفکران و روشنفکرانی هستن که فرهنگ ترکیه رو میان توسعه میدن تو جهان. وای خیلی سخته فوی. یعنی یه جورایی انگار از ترکیه خوب میگن، یا بالاخره فرهنگ ترکیه رو جوری گسترشش میدن که این فرهنگ به عنوان یه فرهنگ خوب تو بقیه جاهای دنیا هم گسترش پیدا میکنه، و باز این به دولت ترکیه کمک میکنه که خیلی اون سطح کشور خودش رو ارتقا بده تو چی میگن سطح جهانی. بنابراین ارزش خیلی زیادی برای این آدم هم قائله. دست آخر سیاستمدارا. باز نکنین، سیاستمدار هر کسی در هر سطحی نیست. من رئیس جمهور یک کشور که نمیاد توی کشور دیگه. منظور از سیاستمدار کسایی که رئیس جمهور بخواد بیاد از طریق سرمایه گذاری پامیشا میادش. حال دیگه نمیدونم سیگه داره کدوم رئیس جمهور بخواد بیاد. بعد ببینیم بچه ها، سیاستمدارا ای آدمایی که در سطح بالا کار سیاسی کردن و یه تجربه ای دارن که اون تجربه رو میتونن بیان در اختیار دولت ترکیه قرار بدن. خب این هفت دسته رو اگه جمع بزنیم، ورود این آدما به شدت به دولت ترکیه کمک میکنه که سطح کشور رو ببره بالا. میگن کارت ترکواز شبیه چیه؟ شبیه گرین کارت آمریکاست یا بلو کارت اتحادیه اروپا. یعنی بالاترین سطح رو داره. آره، مزایا و ایناش هموناست دیگه. چون ببین عملا یه وقتی تو یکی از این هفت دسته هستی وارد این کشور میشی، خیلی داری به کشور کمک میکنی. یه یک خدمات بزرگی رو که میتونستی به کشور خودت بدی داری میای اونو به ترکیه میدی. ترکیه هم واسه این کارو کرده که همین که حالا کشور خودش خیلی سطحش بالا بره، همین که قانوناشو به قانونای آمریکا و اتحادیه اروپا نزدیک بکنه که حالا جزء اتحادیه اروپا بشه. دقیقاً، چون هدف نهاییش اینه داره استانداردشو هی سطحشو میبره بالاتر دیگه، به این راحتی‌ها مثلا اقامت نده، سطح کسایی که اقامت میگیرن رو هی ببره بالاتر. ولی چیزه، حالا هنوز تا حالا کسی نگرفته نه. همچین چیزی، چون قانون تازه تصویب شده، فقط به یه نفر افتخاری انگار دادن. همینو میخواستم بگم. ببین الان دارن چیکار میکنن؟ دارن مدارکو میگیرن. خب یعنی الان مثلا طرف میگه آقا من ورزشکار مثلا تیم ملی، حالا روزو من نمیگم کسی از ایران داره میاد، طرف مثلا چه میدونم از کشور ازبکستان میخواد بیاد ترکیه، خب میگه من جز تیم ملی ازبکستان بودم، 70 تا بازی ملی دارم، فلان فلان، یه سری مدارک آماده میکنه، اونا رو میده به اداره مهاجرت که حالا باید یه کارگروهی بشینه اونا رو بررسی کنه، بعد بره تو دوره انتقال 3 ساله ببینن که واقعا این آدم به درد میخوره، این کارا رو میکنه، بعدش حالا تبدیل میشه مراحل بعدی. ولی توی این 3 سالم گفتی که نه، همه این مزایای این چیزا رو داره. بله بله، یعنی آقا مزیتا رو بهتون از همون اول میدن، اما چکتون دارن میکنن که ببینن آقا شما این خاصیت رو به قولی برای این کشور داری یا نه. حالا یه نکته دیگه که هست اینه، این امتیازا و این کارت کلن قابلیت لغو هم داره. حالا چی میشه که لغوش میکنن؟ جلوتر بهتون میگم. حالا به چند دلیل میتونه این کارت لغو بشه و این امتیاز بزرگی که به یه نفر دادن از خودش و خانوادش کلن گرفته بشه. به چند دلیل. دلیل اول؟ اولیش این هستش که نقض قانون ترکیه بشه دیگه، یعنی که قانون اساسی ترکیه رو بهش عمل نکنه یا یه کاری بکنه که نقض بشه. این برای همه کارت هست. تو حتی اگر ساده ترین کارت اقامت ترکیه هم داشته باشی، این مشکل رو به وجود بیاری از کشور اخراجت میکنه. دیپورت. این کارت رو حتی اگه داشته باشی که اینقدر ارزش داره، ولی اینو نقض بکنی، کلا دیگه دیپورتو میره برای خودش. قسمت دوم اینه که آقا یه سال بیکار باشی.
خب شما گفتی من ورزشکارم، شما گفتی من محققم، شما گفتی من دانشمندم، بعد چرا یه سال بیکاری؟ یعنی ما بهت آقا تو این دوره 3 ساله و بعد در آینده هم که بهت اصلا این کارتو دادیم ازت کار میخوایم، تو هیچ کاری نمی کنی، بعد ما این کارتر هم بهت دادیم. پس اگر یکی یه سال بیکار باشه و در اون راستایی که بهش این کارتو دادن هیچ فعالیتی انجام نده، این کارت لغو امتیاز میشه. بعدیش این هستش که ارگان عمومی تشخیص میده که شما صلاحیت داشتن این کارتو نداری، سلامت عمومی و اینا نداری، مثلا دوست هستی، قاتلی. نه، مشکلی به وجود اومده. یعنی آخون یه کاری این آدم میکنه که نظم و سلامت عمومی دوچار مشکل خب میشه. خب دیگه دوزی بکنه سلامت دیگه... عمومی چیز میکنه. نه آخه مثلا طرف با یه سخنرانی بعد هم میتونه این کارو بکنه. مثلا اینکه میگه آقا واکسن چه میدونم با چه... بعضی هستم میگن چه میدونم واکسن بزنی نازا میشی چیز قاشق بهت میچسبه این حرفا داره نظم و سلامت عمومی کشور رو به هم میزنه. طرف دانشمند رو ورده که به کشورش کمک کنه، طرف داره چرت و پرت میگه بشه یه گوشه کارتتو بگه استفاده کن دیگه. نظم کشور رو داره به هم میزنه. خب برای همچین آدمی میگن آقا شما برو همون کشورت که از این حرفو خریدار داره، برو همونجا. دسته بعدی اینه که شما 2 سال خارج از کشور باشی. یعنی شما دولت ترکیه بهت این امتیاز رو داده که داخل کشور ترکیه بشی سری کمک بکنی، بعد تو 2 سال بی دلیل. ببین چون شما سیاست مداری، مثلا در راستای سیاست های کشور میری، مثلا توی آمریکا داری تبلیغات انجام میدی، این کارت حقته بده ادامه. ولی اگر 2 سال بدون دلیل معتبر خارج از کشور باشی، عملا میگن تو برای ما این مزیت رو دیگه نداری، کارتو لغو میکنن دیگه. چی؟ دو تا دلیل دیگه هم فکر کنم بود. یکی دیگه شو من بگم. ببینید بچه‌ها، یکی دیگه اش که از اول شما رو زیر ذره بین دارن و هر موقع که اشتباه بکنین عملا مشکل ساز میشه برای تو، اینه که اسناد جعلی ارائه بدین. یعنی طرف میگه آقا من مثلا ورزشکار حرفه‌ایم، تو باشگاه فلانس بازی کردم، فلان بازی کردم اینا. بعدش که میان تحقیق و بررسی میکنن میبینن که نه آقا اینطوری نیست اصلا. آقا مثلا یه بازیکنی تو ایران بود میگفتن که آقا مثلا برای فکر میکنم گلگهر سیرجان بود، میگفتن بازی ملی داره، بعدن نتیجهش این شد که این کارو نکرد، این بازی ملی نداره و عملا اتفاقی که افتاد بازی گلگهر سهید شد. عین این اتفاق میتونه برای آدمم بیفته. شما میای یه سری مدارکی میدی، میگی مثلا من مقاله علمی فلان دارم، بعد معلوم میشه اون مقاله اصلا مال تو نیست. یا مثلا میگی که من تو فلانجا استاد دانشگاه، بعدا معلوم میشه که استاد دانشگاه نیستی. یعنی اون مدرک علمی که داری یا حالا اون سابقه ورزشی هنری یا هر چیزی که داری میره زیر سوال. یعنی چی؟ یعنی شما مدرکی که ارائه دادی مدرک جعلی بوده، بنابراین میتونن لغوش کنن. کسی که همچین کاری میکنه باید انتظار همچین چیزی هم داشته باشه. ببین ارائه سند تقلبی دیگه، یعنی یه کسی اومده به صورت متقلبانه یه کارتی رو میخواد بگیره، خب بعدن این کارت رو نمیتونه ادامه دار داشته باشه، هر موقع که بفهمن آره ازش میگیره. و مورد آخرم که به نظر من خیلی همچین نمیشه گفت، یکم عجیبه که یکی به خاطر همچین چیزی لغو بشه، اونم اینه که گذرنامه‌تو تمدید نکنی. خب آخه آدمی که داره این کار میکنه مگه میشه گذرنامه‌شو تمدید نکنه؟ ولی گذرنامه کشور خودتو تمدید نکنی و از اون اعتباری که داره خارج بشه، کارت اقامتت هم لغو میشه. خب چیز یعنی چی؟ یعنی شهروندی میگیری، پاسپورت ترکیه میگیری. شهروندی میگیری تا اینو پاسپورت خب بعدش که میگیری. بعدش که گرفتی که تموم شده. ولی تو دوره انتقال 3 سالت و بعدش اون 5 ساله خب گذرنامه کشور خودت رو باید داشته باشی و تمدیدش بکنی. اگه مهلتش تموم بشه اون وقت دیگه یعنی چی؟ وقتی نمیتونی از کشور 2 سال خارج باشی باشی گذرنامه رو تمدید کنی. اولا 2 سال پشت سر هم نباشی. میتونی یه سفر بری به خانواده سر بزنی بیای. یا که اینجوری محدودت نمیکنه که ببندت نه بعد صبح تا شب به ما خدمت بکنی. ولی مثلا اینکه میگم نیا کن عملا بچه این کارتو زمانی لغو امتیاز میکنن که عملا طرف اون خاصیتی که گفته دارم و برای دولت نداره، وگرنه تا وقتی که این آدم به این مفیدی، مدرک علمی بالا، هنرمند، ورزشکار، دانشمند، محقق، این آدم داره سیاست مداره، این آدم داره به کشور کمک میکنه، اونا دوست دارن نگرشن، نگر ندارن اشتباه کردن. آره دیگه، یعنی در کل اگه یه آدم درست حسابی باشی، سرت به کار خودت باشه، آدم بدی نباشی، کارتو انجام بدی، کاریت ندارن دیگه، میری تا تهش و بعدم میتونی پاسپورت رو بگیری و دیگه تمومه دیگه. و وقتی هم طرف پاسپورت رو گرفت، من آخه یه جایی که این قانون یکم برای خود من سواله و چون کسی تا حالا نگرفته نمیشه بررسیش کرد، اینه که آقا 8 سال گذشت طرف پاسپورت رو گرفت بعد دیگه اون کارو نکرد، چی میشه؟
یعنی من دانشمندم یا ورزشکارم. ببخشید کسی 8 سال یه کاری کرده دیگه بازم ادامه نشان نیاز نداشته باشه دیگه ادامه بده. چون مثلا به عنوان ورزشی مثلا من ورزشکارا رو بیشتر ملاک قرار میدم، یا اصلا هنرمنده بازیگره 8 سال بازی میکنه دیگه بازی نمیکنه. بازی چون فکر کنم ترکیه هم از یه سنی به بعد بازنشستگی و اینا داره دیگه بازنشسته میشه. که باز جالبه دیگه، کسی که از اول ترک واسکارتو میگیره و میره سر کار تو اون بازنشستگیش حساب میشه، یعنی از همون دوره اول 3 ساله انتقال هم جز دوران بازنشستگیتون حساب میشه و میتونید سریعتر به بازنشستگی برسین. کلن طرح خوبیه، ولی خب خیلی آدمایی که به نظر من میتونن تو این دستا قرار بگیرن به نظر من آدمای خاصیه. یعنی طرف باید مثلا دکتر جراح فلان باشه، پروفسور باشه، دانشمند چه میدونم هسته‌ای باشه، یعنی یه آدمی باشه که خیلی خاصه، یا مثلا ورزشکاره ورزشکار خیلی سطح ولی بالا. ولی خب چون که خیلی قانون جدیدی هستش و هنوز حتی خود مثلا خود دولت هم کامل نمیدونه که چی به چیه، یا کسایی که مثلا باید بررسی بکنن نمیدونن که آقا چیا رو دقیق باید بررسی بکنن، شاید مثلا یک کم شورش بکنن، آره ساده تر بگیرن. چون حالا ما این ویدیو رو هم دست دست میکردیم چون قانون هنوز کامل مشخص نبود و هنوزم این چیزاییه که گفتن کسی هنوز نگرفته که آدم ازش بپرسه که آقا دقیقاً چی بود. من همینو میگم، مثلا اونجایی که گفته سرمایه گذاری که به کشور کمک بکنه نگفته مثلا 10 میلیون دلار بیاره، 20 میلیون دلار. آخه مثلا طرف چرا باید 20 میلیون دلار بیاره وقتی با 250,000 دلار بود الان 400,000 دلار، وقتی با 400,000 دلار ملک خریدن میتونه طرف شهروندی رو بگیره، چرا باید بیاد توی پروژه بزرگی 1 میلیون دلار سرمایه گذاری کنه؟ آره، یا مثلا کسی که ترکیه رو قراره نشون بده چجوری مثلا محکش میزنن، چجوری مشخص میشه که آقا ترکیه رو نشون داره دادن؟ داره مثلا طرف اینفلوئنسر اینستاست، داره از اینستا داره ترکیه رو توی اینستاگرام با پستای مختلف استوری اینا نشون میده. خب چند تا استوری، چند تا پست، چند تا فالوور داشته باشه تا حساب بشه؟ اینا هیچ کدوم دقیق نیست. خب و میگن مدارک، نه میگن مدارک رو باید بدی. مثلا بگی من میگه همچی کانالی دارم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم و اینا، این مدارک رو میدی. اون میاد تحلیل میکنه، به نظرش میاد که باید به تو بده یا نده، کاملا به افسر ربط داره، چون مثلا قانون واضح نیست. خب تا موقعی که عدد و رقم براش در بیاد و به نظر من مفید بودن اون آدما برای دولت مشخص بشه، اون موقع معنی میده که تر. چون مثلا باز میگن صادرات واردات، صادرات واردات چی، چقدر، چه حجمی؟ چون نیا کن همه جاهایی که میخوره به پول، من میگم خریدن ملک از اون ساده تره. بابا من اصلا پول ندارم. چون ملکرم بخری به شهروندیه رو میدن، تو چرا بیای توی پروسه 3 ساله و 5 ساله راستی آزمایی بشم نشم وارد بشی؟ خب ولی جاهایی که پولی نیست، مثل یه دانشمند، خب خیلی از دانشمندا امکان داره پول نداشته باشن ولی وارد اینجا میشن، تازه بهشون کرسی بدن و بهشون حقوق هم بدن، وارد یه قسمت بزرگ، یه بدنه، یه حالا آموزش کشور ترکیه بشن و نه تنها حقوق میگیرن، بعدن به اون شهروندی ترکیه هم میرسن. برای اونا معنی میده. باز چه سطح علمی، چند تا مقاله بین المللی دقیقش بکنم 3 سال دیگه مشخص بشه، به موقعی یکی بگیره بالاخره مشخص بشه. ولی این جدیدترین راهه و بعضی از کسایی هم که دارن کار میکنن میگن مدارک بهمون بدین، ما مدارکتون رو جمع میکنیم میفرستیم برای اداره مهاجرت و ببینیم که اون اداره که بعد حالا بررسی بکنه ببینیم که براتون همچین کارتی رو صادر میکنه یا نه. هنوز کسی نگرفته که ببینیم این شد و اینو دادیم براش گرفتیم، هنوز واضح نیست. چیز دیگه نمیخوای بگی؟ نه دیگه تمومه. تمومه. خدافظ.